طبیعت برادران صحبت بکنم. تمام این کوها و این دشتایی که دارید میبینید پر نعمت هست، پر فراوانی هست. یه لحظه بایستیم خدا خواهد قربانت. اینجا این گیاهی که داریم میبینید دوروبر خوب نگاه بکنید، اینا گیاهی دارویی هستن که به همت عالی رستو کاشته شده. ببینم پدر مادر کیا اینجا دارم بکنم؟ خدا بچه ها پدر مادر کیا دارن اینجا کار میکنن؟ آقا بابای ما اینجا نیست، داره تو خانه شیشه اتکلون کنیم کنم. شیشه اتکلون؟ خوب نداره، بیام بریم جلوتر. دست هم دیگه رو بگیرین نگفتیم فقط. بله بله بله. خب بچه ها، این گیاهی که میبینین یکی از ویژگی‌هاش خاصیت داروییشه. حالا یک از شما برگرده بگه که خاصیت دارویی این گیاه توی برگشه یا تو ساقشه. بیانتو بگو. به نام خدا تو برگ درخت. آفرین. بعضی از گیاه‌ها خاصیت داروییشون تو برگشانه، بعضی هم تو ساقشن، بعضی تو ریشه، ولی این گیاه توی برگشه. حسا غلام جانم. چه ما کنی؟ چه کردم؟ کاری نکردم، گیاه برداشت کردم. خب عزیز من این همه گیاه مثل اینکه دارم آموزش میدم. سر زمین جای قرتی بازی ها نیست، هزار تا گرفتاری و بدبختی داری. قرتی بازی چیز برادر من یه معلمم، وظیفه من آموزشه. تمام آسمان ها کاغذ و تمام درخت ها قلم منه برادر من. باشه آقا کچل ما کردی، اصلا کل دنیا لوازم تحریر تو. خوب شد بذاری شاتاکشی گیا جمع بکنیم، عجب بدبختی داریم. آقا داریم مصاحبه ما کنیم. ای های ناسلامتی تو معلمی درست؟ بابا عمو کو چه داری میگی؟ خودت هم مدیون من میکنی. من چه کردم؟ من دارم درس من میدم، ای آقا با بیل آمده سر کلاس درس من. خیلی خوب بگنه، این چه حرفیه میزنی؟ مچ کنین هم دیگه من بشه فکر کردی فرمم مچ آقا نوری؟ آره دیگه تو این وضعیت کرونایی آفه. ای 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 راست گفتی باریکالله، چیز کنی چشمک بزنی من هم دیگه. نگاه کنی هر صورتی بر لبخند زیبت، حتی از خلا میچن قربانه ببینم عزیزی. آقا بیم بجا بیم بریم لباس قشنگاتانو برای عزیزی ببوشیم. خب جناب من در خدمت شما، سوالات دانه بفرمایید در خدمت. خواهش میکنم اگه اجازه بدین میخوام با آقای نورالدین صحبت کنم که متولی این کار بود و حسابی زحمت کشیده واسه این کار. باشه، من هیچ وقت اتفاقا عشق مصابهی نداشتم، اما یه چیزی من به تو بگم، کسوتت بفهم بابام، بترس از نفرین پدر مادر، اینی که من گفتم. آقا این چه ربطی داره به نفرین پدر مادر این حرفا؟ نه نه اون میگه به طور کل میگه، اون که به طور کل درست میگه، ولی عمو کاوسکن اصلا مشکلی نیست، شما مصاحبه کن، صحبت شما صحبت ماست. فرمان خش نوری جان من یه کمی زبانم تنده، مدیا جماعت با ما حال خوشی ندارم بابام. نخندیم بی سوادا، مدیا یعنی همون رسانه. آقا اصلا همه چیز کنسل، من حقیقت مصاحبه نمو کنم، اونم جلوی مسخره ها مصاحبه نمو کنم، همینه که گفته باشم. خب آماده شیم میخوایم بریم واسه ضبط، لطفا نخندیم ساکت باشیم، میخوایم ضبط کنیم. آقا آماده این 3 2 1. خب شما به ما بگید در مورد این کاری که شروع کردین چه حرفایی دارین بزنید؟ نه خیلی ببخشی شرمنده. ضمن خوشامدگویی به شما، ما اینجا گیاهان درویی میکاریم که اگه دوربین بگیره همش معلوم میشه. بیشتر توضیح بدین؟ والا ما اینا رو فصل بهار میکاریم، این فصل هم درو میکنیم و بعدش هم میفروشیم و پولش خرج زخم زندگی میکنیم.
آقا این همه میشه حرف زد، مثلا در مورد اینکه درخواست وام دادین تسهیلات بهتون دادن ندادن، در مورد محافل علوم که میگن داروهای گیاهی یه نوع طلای سبزه، یا کردستان خودمون بالای 2200 داروی گیاهی داره، در مورد اینا صحبت کنیم، بیشتر بگید. ببخشید آقا من یه چیزی بگم، این آقا نوری ما الان تمرکز نداره، فکرش یه جای دیگه است. آخه از شانس شما امشب عروسی دخترشه. ای برمیکلا وارد راست بگه اتفاق میخواین شما بریم فردا، بیان من اینجا یک ساعت و نیم برای شما فیلم سیده بایی بازی میکنم. مبارک باشه، انشالله همیشه به شادی. لااقل به من بگین چند نفر اینجا مشغول به کارن. همین والله نمیدونم امی کاوود، شما میدونی من اینجا چند نفریم؟ من میدانم اما مصاحبه نمکنم. اصلا شما به ما بگید، شما بگین چند نفر اینجا کار میکنن؟ پخش میشه 100%. یعنی سانسور نمیشه؟ نه آقا خیالتون راحت باشه، دوباره یه چیزی نگی درد سر درست. اجازه بده روله، اجازه بده، خودم میدانم چه بگم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند متعال. ما 45 نفریم بوام، از هیچ کس و هیچ چیزی هم تا الان توقعی نداشتیم و نخواهیم هم داشت. آیا با مسئولین حرفی دارید یا نه؟ نه با هم چه حرفی دارید؟ اون چه شرط بلاغ بود ما گفتیم، حالا میخوام گوش بدم و خوند. امو کاوز خیلی تون گفتی عمرن پخش بشه. من چه میدانیم اتفاقا امو کاوز جان خیلی قنجی من جو جمع جورو قشن گفتی نتونیم کود مسخره ها. تازه 20 سال دیگه شما متوجه میشین که من چه گفتم. باو امو کاوس بکنش 10 سال، چون 20 سال اصلا مشخص نیست کی زنده کی مرده. والله من بازه گفتم ولی این ذره خجالت میکشه. خب آقا جمع جور کنیم، ما عروسی داریم، شرمنده باید سریع برسیم خانه حتما. دست شما هم در نکنه، انشاءالله یه روز دیگه در خدمت. خیلی ممنون آقا. همگی جمع کنیم بریم، جمع کنیم. بفرما به افتخار پدر عروس. آقا یه موشه سرش بده دیگه نبینه این دیمازه بزیه دادیه. باش خیلی مبارک به مبارک به مبارک به
ایشون خاندانان اینطوری باید بخونی یاد گرفتی؟ از تندش کن بشن بشن دخترش باید بره سر زمین اون وقتی سلمان قلچماق از صبح داره اینجا شلنگ تخته میندازه. آخ الهی قربانت بشم من دختر دایی گیان، آخه مگه میشه انقدر قشنگ؟ بفرما. همه دارن تعریف میکنن اون وقت تو هی قور بزن بگوی وارش کجه و وارش کجه. آخه رو جان جان درد تو سرم، تو خودت نگاه بکن الان این دوتا خط چشم با هم قرینن. ببینم نه قرینن انصافاً یکی رو راست میگه. ببین هر چشش داره یه حکمی میکنه. فهمم. البته زیادم مهم نیست. اون دامادی که من دیدم عمرن متوجه بشن. اوی روناک او داماد شوهر من ها. چشم شما بله رسمیه بگو او وقت رعایت میکنه. چیرینگیان مخواه اینا پاک کنم دوباره برات بکشم؟ نمخواه خودم دارم. آخه میدانی تا آمدم ایواریا بکشم ایوار پریده یه لگدی بشم زد دستم خرد خورد. گیان من قربان ایوار پریده برم. خدا نکنه. شما به خودتو بچه فشار نیار، من براش میکشم با اجازه. آی نه تو رو خدا، با خدا گردنم داره عوض نینا میشکنه. شیرینگیان این مال دختر خالمه، داده بشم آویزان بکنم قده تا بلکه بخمخت اون آوا بشه. خب حداقل یه دانه رو بناس خود. خب عزیزمه میبینی که ظرفیت بخت گشاییش تکمیله، این چیز هر کرا رسید یه چیزی ناخ گردن خواهرمه. من گفته باشم ها اینا رو موقعی که بخوام عکس بگیرم در میارم. خب نداره دارش. خب من نمیدانم شوهر شما که معلمه بری چی به این چیزا اعتقاد داشت. باشه تو رو خدا انا نظر بپام بابا من نمیخوام گوشتم نارنجی باشه. اما گیان رسمه دردت و اما رسمه عزیزم قشنگه عروسیه. اما آخه دوست ندارم سخ نگیر شیرین، او دومادی که من دیدم او دومادی که تو دیدی چه؟ چی عزیزم هیچی چی. آیا رو شیرین اصلا بشت نمی آمد انقدر شعری باشی یا؟ هی نگاه به های هویش نکو، ای از اوناست پس فردا بعد عروسی به شوهرش بگه آقامون. نه خی اصلا من این حرفا نمیزنم، زن و شوهر وقتی با هم دیر رفیق باشن اصلا این حرفا با هم درد نکنه. اما گیان به به دست درد نکنه، مبارک باشه. دست درد نکنه، دستت خوش، مبارکت باشه عزیزم. آخه مگه من قرار پادشاه نروژ بشم؟ من یه تاج ظریفی سفارش داده بودم. ابن نداره جان، چیزی نکو همه بهش بر بخوره، این تاج عروسیشه. ببین مهیار تاج تو تحویل گرفته الان خودش میاره تحویل میده. همین مهیار هزار تا کار داره، عمرن تا سه ساعت دیگه نمیاد. آی من اصلا تاج نمیخوام، آرایش هم نمیخوام، گردن من کی میتونه باشه جز سلمان؟ اون وقت داری برمیگرده به من میگه
چرا این بشر با چوب میزنی؟ آیا نباید زد؟ باشه باشه. دانا. یکی اینه بگیره. سب کن ببینم. سب کن من خودم حلش میکنم. این وقت که برای چند کنم. سلام فریده خانم، اتفاقا به سفرش همین بدبخت بیچاره دارم میخونم. یه مهمان جدید براشون اومد، گفتن مراسم برامو گرم کن، منم براشون گرم کردم. یعنی هر مهمون جدیدی بیاد تو باید بخونی؟ آره دیگه. بابا این خونه زاو داره، گناه داره، حالش داره بد میشه، داره بالا میاره. چش ببخشید، نه که مهمان من خاص بود، همه ما یه جوری زاو زده شدیم. مهمون خاصتون کیه؟ منو میگه. سلام علیکم فرید خانم، حال شما خوب هستین انشالله؟ سلامت باشی. به به ماشالله، تکون نخوردی. انشالله هیچ وقت هم تکون نخوری. دروغ چرا؟ من چشم نمیبینه، اصلا ندیده. این جمله برای خانم‌ها خیلی مهمه، مخصوصا موقع عصبانی باشن معجزه میکنه. بلدا. خوبی خانم؟ ممنون، خیلی خوش اومدی. ممنونم. روناک جان بیا بابات اومده. دختره که روناک هم اینجاست. بیا بابا ببینه بهت. ماشاءالله. بابا تو هم که اصلا تکون نخوردی. روناک هنوز نیامده. تو ادیسی؟ کوچیک شما درد دو جانم. ادیس جان. جان امر. قد به من نزدیک نشو. چشم. بفرما. دفت کر پالشو گرفتی. بفرما. بریم آقا. آقا درخان. به. سلام. سلام روشان خانم، حالا چطوره؟ خیلی ممنون، خیلی خوش آمدی. ممنونم. پس عمه وجیه کجاست؟ عمه وجیه که این وقت رو تو خونه است. ببینم عروس خانم کدویی کیه؟ منم عمو. سلام. سلام. به به، چه به موقع داری ازدواج میکنی؟ میموندی پیر میشدی. ایشالله با لباس سفید بری خونه شوهرت، با کفن سفید هم اونجا ببرنت بیرون. خیلی ممنون. خواهش شما میکنم. درد نکنه. خوش آمدین. خودتان پذیرایی کن. باشه چشم، حتما. خواهش میکنم. سلام. سلام بابا. دختره کم. چرا ساکتی؟ بزنی به افتخار دخترم. خوبه بابا؟ ببین به افتخار چه خوب دارم میذارن؟ نواری، او باوه اینات، نواری نه، تو رو خواهد دلتان برم بیاد. نه، اونه خیلی کوچیکه، گناه داره، دلتان به رم بیاد. کیوان جان عزیزگم، من تو با هم دیگه توافق کردیم، باور توی کارا به نفع خودته. میدونی اگه یه بار دیگه تو یه جای با یه دانه پیکنیکی آتیش بزنی، دادگاه چه حکمی بهت میده؟ آقا صد بار گفتم، دوباره میگم، او یه اتفاق بود، یه طویل آتیش گرفته، چهار تا بسته کام از بین رفته، همه جای دنیا هم آتیش سوزی میشه. آیا میگیرن پیکنیکی شهربند آشوار ضبط کنن؟ نه ضبط نمیکنن، ولی شما هفته پیش آرزو چه بود؟ چه بود؟ آرزو کردی که دادگاه بر علیه عمدی بودن آتیش سوزی طویله کاووس رأی بده که شکر خدا داد. تمام شد رب کارش. خب الان با یه دانه از این پیکنیک ها شمای بیرون بگیرن جلبت میکنن، او وقت که هیچ کاری دست من و هیچ روانشناس و هیچ وکیل دیگه بر نمیآورن. آقا خود دل خوشی من و بدبخت هم همین چهار تا آقا نورونه، او زرده نورو یادگاری بومه، اون ابوهرین من چجوری خاطرات پدرم بیاد بیارم آخه؟ کیوان جان، عزیزم من درکت میکنم، میفهممت، ولی اینا دلخوشی نیست، دلخوشی زن بچهته. یه لحظه چشاد بو هست؟ او یه دقیقه چشاد بو هست؟ بیا الان به چهره پسرت، پاره تنت فکر بکن. معیار؟ گرفتی دوان؟ رو با بیچار ساته خدا و جلو چشمه، الان دو دقیقه نیست چشمه بودم تصورش بکنم. آقا هر چیزی که دوست داری تا
تصور بکنی لحظه. آها خب هر چیزی که ذهن تو از این تکنیک ها دور میکنه. آها خب خب هیچی آن نقطه آسایشه کیوان. به چه تصور میکنی؟ خصوصیه، به تو ربطی نداره. حال آزاده است، خودش زنگ زد. سلام فریده جان، خوبی؟ نه نه، اونه نبرین، مشید با خودتان نبرین، خواهش میکنم. مشید؟ آره اسم براشان گذاشتی؟ آره این مشیده، اونم افشینه. الو فریده جان دارن مشیده با خودشان مورن. اصلا حالم خوب نی با خدا. ها؟ تاج عروسی؟ تاج فریده من میگم حالم خوب نیست، ممکنه من اصلا نتونم بیام عروسی، یکی دیگه بفرست که بره بیارتش. آره فریده خدا حافظ. آی 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 پشتم شکست. میگذره اول سخته کیوان جان، قوی باش. آی 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 خدا بیا مرزه بابا، خدا بیا مرزه. بیا گریه و خیال همزمان خیلی خوبه، طولانی ترش میکنه. چه طولانی میکنه عمره؟ نه گریه رو. ببخشید آقا بابای منم شما میشستین درسته؟ بله بلی سب که اول بابای عزیز رو بگم تموم بشه به بابای تو هم میرسی. آه ایخه گریزاری علیکی نکن دیگه، من بابا تو عالی میشستم، الان آدم ها برن تو هموم عمومی دلاک گربی شورشو میکنه یه حوله میگیر دورشو. ولی من 20 دقیقه تمام کف پای بابا تو سنگ پا میزدم، به این برکت 10 دقیقه فقط فرق براش باز میکردم. از بقید قربان بود از پنجه. سلامت باشی. بابا شما کی بود؟ آقا کرامت، کرامت کاتبی، همون کفاشه؟ برایش سنگ تموم گذاشتم. خدا خیرت بده. 1500 تومن بدهکارش بودم موقع عروسیش، عوضش 2000 تومن بیشتر شستمش که مدیونش نباشم. آقا بالا غلطه زن نزنی تو عروسی مدیون، شگون نداره. داماد توی؟ والا منم یکی از کاندیدا بودم، ولی در رقابت با سیر رقابت شکست خوردم. از این یاد بگیره. دختری رو که دوست داشته دادم به کسی دیگه، حالا اینجا به سیر زمین نشسته داره میخنده. یه درسته. در واقع اونی که زرکش این خانم بود. من خوشگل و زیبایی خودمو دارم. باور کنید، باور کنید روزی 30-40 تا پیامک ازدواج برام میاد. دیدنشو باز نمیکنم. سه ثانی هم گوشتم روش نگاه میدارم، گزینه دلیل چت فعال میشه، حذف و تمام. همون بهتر که شیرین خانم زن تو نشد. چطور؟ آخه ازدواج که معامله نیست آقای دلیل چت. آدم عاشق باید برای رسیدن به عشقش به آب و آتیش بزنه. آفرین آفرین احسن. هیچ جمله جالبی گفت با 30 کیلو وزن. همین نورالدین شما با ازدواج منو وجهی چی مخالف بود. من چی کار کردم؟ دست وجهی رو گرفتم گفتم بیا بریم. کجا بریم؟ آواره میشیم بریم چیکار بکنیم؟ چی بخوریم؟ گفتم عزیز من جوش نزن ناراحت نباش. خلاصه این برادرزن من تونست منو آواره کنه، ولی نتونست منو بیچاره کنه. گذشته ها گذشته بهادر خان، الان که دیگه خدا رو شکر اختلافاتتان تمام شده. تمام شده؟ چی تمام شده؟ کجا تمام شده؟ اختلافات ما تمام شده نیست. چطور؟ بچه من رو قایم کرده تو خونش، الان چه ماه زنه بیچاره من، یه چشمش اشک یه چشمش خون. شما اصلا میدونی من چه ماه بچه من ندیدم؟ شما اصلا میفهمی بچه یعنی چی؟ ها؟ نمیفهمی؟ اجاقتون کوره نمیفهمی از چی بگم؟ من اجاقم کوره؟ با اجازت من 11 تا بچه قد نیم قد دارم. 11 تا؟ ما شما یه دری جوانا باید از تو یاد بگیرم. یا الله خیلی خیلی خوش آمدی، من دک سرپا آوردیم. بفرمایید خواهش میکنم، بفرمایید سلام مگن. 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 سل
هر روز خوبه سلامت نیست باز بهنت چگری بهادوره این اینجا چیکار میکنه پس خواهرم کجاست نمیدانم کی دعوت کرده اینه کجا داره میره نوری نه داره میره سر باشه دخترم آدم خطرناکیه بابا این میگم دوباره جو خور رو نندازی من که جو به خور رو انداختم این داره دوباره نوری سلام مگه؟ سلام علیکم. سلام دبان چه خوش آمدید. سلام خوبه سلامتی. سلام مگه؟ خوبه سلامتی. خوبه سی. سلام مگه؟ سلام فیض خان. سلام. خوبه سلام آقا نورا. خوبه سلامتی. بابا کجا؟ دکتر. دکترم میگن. دکتره بابا. خودت تنهایی اینجا تو اتاق؟ نه منم هستم. کس غریبه هم نیست. همم حجاب دارم. بیا تو. بهادر خان مگه قرار نبود شما چیزی نگی تا بابا بره؟ دیگه واقعا یا الله یا الله در چرا قفل در باز کنی دکتره در باز کنی یه دقیقه دکتره شما دوست دارین بابا ناراحت بشه؟ نه شما دوست دارین بابا نداشته باشین؟ نه شما دوست دارین به محض اینکه در باز کردین با پیکر بی جان پدر اینجا مواجه بشین؟ شما دوست دارین وقتی شیرین میشینه سر سفره عقد وقتی عقد ازش میپرسه آیا وکیلم میخواد بگه با اجازه بزرگتره بگه بزرگترم دو سه دقیقه پیش دو سه دسته ریز و درش کن ای دایی هیچ حرفایی میزنه خب نه اگر نه که داره باز کن بابا گه من سکته میکنم باز کن بهادر خان دختره من به عنوان پدرتون به شما دستور میدم که داره باز کنی دختره داره قوم کردم بس که ستمگر هستی ازت میترسم گوجه داره باز کنی دختره بابا جان وقت... الان نه تو رو خدا بذارین عروسی منو بدبخت تمام شه بعد ما که کاری نداریم اینا چی انداخته گرده میدیم اینا بخت واکنن بیایم بریم تو حیات براتون توضیح بدم آره دختر جان با این بابایی تو داری بای 16 کیلو از این بخت باز کنا بزی گردنه بهادر خان اونا رو دیگران میندازن گردن عروس که بختشون باز بشه آقا نورالدین شما برو تاجو از مهیار بگیر بیا تزول به وقت ها جزول دین به گناخلار جلر اوه فرید خانم پیست من اشاق دویلم سن این سر منو دنبال نخوزی ها یولیان اوه یخچی دویل من آدم هم برده ای بری کنار بابا گن فقط من چطور سوال ازش دارم همین نه کنار نرید از هم وجود سوالات رو پرس آقا گن یه لحظه اجازه بده من میخوام بدونم شما از این شما رو کی دعوت کرده تشریف بیارین مرازم تا اونجایی که یادم من فقط خواهرم دعوت کرده بوده اولندش اگر خواهرت خاطر تو میخواست الان اینجا بود دویومندش از کی تا حالا پدری که میخواد بیاد دخترش رو از چنگال ستمگر نجات بده احتیاج به دعوت داره سیومندش هفشت خیار خوردم بگه بزرگش کم نگاری این هر شده نه دایی ستمگره نه من به زور آمدم اینجا اینجوری هم من راحترم هم شما دست در نکنه بابا باریکلا خوب مغزتو شستشو داده مرد حسابی تو که این همه دختر داری خوب. از هر دوتا دختر این ده هم یکیش مال توه سیرمونی نداری دخترهای مردم بیاری بزرگ میکنی بابا مرد حسابی تو بابا جان تو رو خدا خون ران اندازین اصلا شما برین تاج من هم مهیار بگیریم بیارین تا اون موقع هم دیگه آقا بهادر رفته ما داریم قشن مثل ادمی زد به هم دیگه صحبت میکنیم من کی تالا خون ران انداخته که شما همین ایجاد اکسیژن بهش نمیرسه بچه‌ها. ای روشا خوبه تو هم والله. اینقدر دروغ میگی دردم گرفت دردم گرفت واقعا دردت بگیری کسی باور نمیکنه. خب چه بکنم؟ الان تنها سلاح دفاعی من همینه. دست درد نکنه. دست واقعا درد نکنه. اون چند سال پیش که خواهر منو ور دشت بردی ما اصلا دیگه ندیدیمش. الان اومدی مراسم این دختر بدبخت منو به هم بزنی. اکسیژن رسانی به نوای عزیزم داری مختل میکنی. دست درد نکنه من واقعا از شما تشکر میکنم ممنونم. بابا بیا بریم. 10 دقیقه دیگه اینجا باشی انفجار بیروت و بیماری کرونا میفته گردن ما بریم بابا نمیای مادر دلنگرانه ها امشب که عروسی دختردایی هی نمیام برای بعدش هم بعدا خودم بابامو صحبت میکنم خیلی ممنون دست درد نکنه چشمک میزنی با من نیا ای عمو دقیقا داشت میگفت برو با بابا ببین اگر هزار سالم بگذره تو همون آدم شکاک و بدبینی هستی که بودی آقا اصلا من میرم بیرون که این شک و تردید شما به طرف شما بری نه بیا برم نه اون کسی که باید بره منم نه شما بفهم. فقط بابا
این شماره قطعه و ردیف قبری که برای خودم خریدم. با این حالا درد مریضی که دارم احتمالا باید بیای اونجا ملاقاتم. خدا خسته نباشی. بله چیکار کنم؟ همه راه آمده. حداقل قلبشم عروسیه بخوره. چشم نداره. نمیخوام خودم میرم. پیاده راحت ترم. او اخلاق درجه یک که دوباره شروع نکن. آه نه که اخلاق خود خیلی عالیه. خیلی خوب بابا تو خود راحت دلم میبرم. سلام سلام علیکم. وایسا 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 بیادشی هم آقا وایسا میرسونم. چهل سال دو سال زمانه کلمی همسه چیزی ندیرم. چهل سال خودت میگی؟ بله خودم از بعد ازدواجم شروع کردم. دو متر آدم میاری جیگر آدم در میاری. اون پدال گاز گذاشتن زیر پد که فشار میدی. اولا این پدال گاز نیست، رکابه. پدال گاز اونی که تو ماشینه فشار میدن یه هو کنده میشه میره. حالا ما داریم دست پس میدیم. سلام سلام علیکم بابا جان. سلام علیکم. مسیره که بلدی همون سر جاده ماشین پیدا میکنی قشنگ از همون جا برو. سلام تو جگر خوبی؟ وجیه چطوره خوبه؟ بدون رونق نه زن بیچاره داره مثل شم آب میشه. خب بابا من این روناکو تا چند روز دیگه روانش میکنم بیاد. نگونه داره این بچه بابا چرا با ازدواجش مخالفت میکنی؟ با همون دلیلی که تو مخالف ازدواج من و وجیهه بودی. این پسرش آگر خودم بوده تا همون ببینده برای اون بحث غلط قدیمی شروع نکن. بس دیگه بس نیست چون دلاک بودم مخالف بوده تمام. اتفاقا تنها نکته مثبت وجود جنابعالی همین شغل شریفی بود که داشت، یعنی دلاکی. میدونی چرا من مخالف بودم؟ چون جنابعالی آدم سربراهی نبودی، آدم سربهوایی بودی، خلاف میکردی. درسته؟ مطمئن بودم که اگر خواهر من با تو ازدواج بکنه دیگه خواهر من باقی نمیمونه. دوری درد داره. آره معلومه درد داره. ببینم درد دوری به فرزند بدتر یا خواهر؟ والله اگر نظر منو بخوای خواهر. آقا ببخشید یه سوال ازت میکنم، یه کلمه جواب بده. بفرما. فرزند چند نفر؟ هر تعداد دوست داری. پاره تن. آقا خواهر چی؟ سین آخرش هم در اومد. سلطان احساس. ای بری کله. بفرما. پاره تن مهمتری یا سلطان احساس؟ بابا مگه خواهر منو دادیم به تو؟ دیگه چی میگی؟ بردی دیگه من ندیدیمش. آخه ناراحتی تو براش مهم بود. منم به خاطر همین تحصیل هم دستش بدم. چه بده میه؟ و خودت خوبی؟ خوبم. خرابم نوری. من آدمی بودم که زن و بچه‌ام طردم کنن. مرد که پول نداشته باشه جاش هیچ جا نیست. بی پول چرا؟ وایسا ببینم مگه پول گرمابه کفف نمیده؟ کدوم پول؟ یه مش نواشی رو بردن گذاشتم اونجا، هنوز بشتری زیر دوش نرفته، سنگ پا رو میزنن میگن عافیت باشه. ای داده بی داده. حالا کارت بچه کار رو میفته؟ چل هزار تومن؟ بله. یعنی تو زندگی رو داری با چهل هزار تومن میچرخنی؟ بدبخت اون خواهر من از همون بچگیشم خیلی کم هزینه و کم خرج و قانه و اینه بود. بیا من بهت بیدم. فرمه سی تومن. خوب حواست جمعه. فرمه چل تومن. با این چل تومن میخوام سوار اتوبوس بشم برگردم خونه. اونی که با چل تومن زندگیشو میچرخوند پدر جهد محلقا خانم بود. خدا بیا مزدش مراقب باش. آقا با من دیگه کاری نداری؟ نه بفرمه شما فرمه. آها شرمنده یه سوالی داشتم. این چیه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خوب سلامتی. این خرس آسمانی چی میشه تو جدول همیشه میاد؟ دو حرفیه؟ چند کلمه؟ دو حرفه. افقیه یا عمودی؟ فرقی میکنه. 100%. لو عمودیه. میشه دوب. دوب؟ بله. با افقی چی میشه؟ افقی هم همه دوب میشه. یعنی هم افقی دوب میشه هم عمودی. بله. ایرانی فشار آورده به مردم خیلی واقعا.
آخه بری خونه مهیار. بله؟ بکش سم تو خودت. چیه بکشم سم تو خودت؟ درو میگم کلید انداختی بچرخون، بکش سم تو خودت درواز میشه. در خانه مهیار؟ بله. خانه بابا مهیار بیریخت کجایی؟ اوری یکی سایا اوری نه چنگدرون چا ویه ایگویا ببخش شما؟ هنگوگه اون یاهنگگه ایا شرمنده من دنبال مهیار میگشتم نه؟ مستر مهیار شوهر دخترم مای هزبند Your husband? No, 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 Baba Gan. No, my shohar dokhtar hai. Husband, my daughter. Your husband? No, your no. Husband? Hi, hi. Hi, yo, mige. Baba, zud bia painu taje arusa bede hezar ta kardarim. Chi sabab? Bia to uno bede taje arusa. Aja, yalaz bia surprise hame. Bifahmam. Chi taje dokhtar man bayad dast bimas uliyate nade be garb kishwar bashe. Toman. Be jum Baba Gan. Toman. Hi, Nuri. Salam alaikum, Baba Gan. Hi. سلام علیکم. قربانه. سلام علیکم. هی. نمیشه پشم از اینا بریم؟ آنوری تاچ نوا چه نیست؟ بگو تاچ نوا. میانسن نمزا یوزا کاتی اکسو هاجی آنایو. انیادیو. قربانه. قربانه. پدر خانم هم هستن. یکی از مفاخر این روستا. تقریبا همون معادل جومونگ شما میشه. بگو بهش. نه خانم ترجمه نکنی این موقعی. اینا فارسی متوجه نمیشن؟ نه، کره همشون. مطمئن باشم. چطور؟ مگه میخوایم فوش بدیم؟ فوش نه، ولی آخه مرد حسابی. تو وقتی میخواستی نمیگی فارسی متوجه نمیشه. بیا آخه اون راست همه کره ای، ولی خاطر متوجه نشدی خانم راست همه متوجه نمیشه. مگه قرار نبود که تو روز عروسی خواهر زن توریست قبول نکنی؟ چرا؟ راست میگین شما، حق با شماه. چیکار کنم دیشب سلطانی دیگه دیر وقت نه آوردن چی میگفتن؟ بعد بهشم گفتم فردا عروسی داریم. مگه نمیخوای من برم با یکی دیگه کار کنم؟ نه در جریان هستی من دارم پدر میشم دیگه بله در جریان هستی بخواه معیشت و اقتصاد خونه خیلی مهمه دیگه خدا ایشان هیچ پدر شرمنده زر بچه هست نماشه املت کره ای میخوری اینقدر خوشمند میخورم خیلی دوست دارم املت کره ای تو اینجا میزبان اینه ای بعد اینا برای تو املت درست کرده تبادل فرهنگ های دیگه آقا نوری اونه که اینو بلا دیدونی کنه، اونجا که یکی من ده نمیگی یکیشون بیفته پایین روابط بین دو کشور تیره و تر میشه؟ نه، اونا رفتن اون بالا غروب خورشید ببینن یکی از آپشن های توره مونه باز الان خیلی مندکه خب میدونم خیلی مونده آخه میدونی، اینا قرار بود اول طول خورشید ببینن ببینه خب بعد من خواب موندم دیگه نتونستم بیدارشون خواهم اینا دیگه ببینیم اصلا اعتماد ندارن پس سر همی از زل گرم و بلند شدن رفتن بالا رو پشت و نشستن که مثلا بخواهم این چیه؟ اکس برای کجا داریم میگیری؟ نه نه نگران نباشی برای جای خاصی نیستش برای خودشون دارم میگیرن شما برایشون یکم جذابی برای همین دارن ازاتون نگیرن من چه جذابیتی دارم برای شما؟ آقا مهیار گفتن شما به تنهایی سه تا خرس رو کشتی کی من؟ بله شما نه با من به شما دروغ گفته بیز لایر ایشان لایره من که لایر شد. گفتم من میگه لایر گو همین اما این چه مزفر آقا پدر زن بزرگ باید اینو من یه هفته اینجا چیزای جذاب ببینم حال کنه جذاب منم خوشا جلوی اینا میگه من لایرم بعد دیگه این حرفا رو باور ندارن که حرفا رو باور نشه باشن چی میشه میرن دیگه این ورا نمیان این ور نه سنت توریست بلطمه میخوره سنت توریست بلطمه میخوره اقتصاد کشور لنگ میشه اقتصاد ضعیف بشه بنیاد خانواده متزلزل میشه بنیاد خانواده متزلزل بشه خیلی خوب بابا هم مزخرف بگو
این چیه؟ چی؟ سیبیلت زدی؟ این هیچ به خدا می چی شد؟ این آقا سلطانی گفت این کره از سیبیل خاطر خوبی ندارن، گفت از کلش بزنم و کل التماس اینا نگرش داشتن در میاد. این تو به خاطر اینا رتی سیبیلت زدی؟ نه و مهیر تو داری پدر میشی فردا اون بچه اصلا تو حساب میبره به این یه باری که سیبیل میدونم، ولی خب انشاءالله تا موقع دید در میاد دیگه. نوری مهیر شیمن یو شیم عالم انجو نام نوری برو اون تجو اده بیار من برم کمتر حس بخوریم برو. آنوری روزان حالش خوبه؟ بچه همون تو شکمش خوب لگت میندازه؟ لگت میندازه ولی نه بندازه تو برو برو بعده؟ نه جم ایا دیگه پس تکرار نکنه ما به موقع بیا نذاری سر شم عروسی بیای کمین دختر بدبخت بینوایی بیپناه منه هست ده اینا رو میبرم همین دوره بری فرشون میدم بعدش میدم فر چیه بابا بی تربیت اینا مهمن من میگردونمشون آقا جون میگردونم چه بس من ضعف شخصی هستم نظرم اینو میگردونم تو این شانس به چرا نرفتی؟ به دو دلیل. خب اولندش خب به جیه گفته بدون روناک بر نگرد دومندش میدونی سنگکلی چیه؟ بله، دردیه که در ناحیه کلیه شکل میگیره و درد فراوانی دارد. بارکلا، های وایف! منم 5-6 تا این سنگکلی ها دارم. وقتی درد میگیره، دیگه نمیتونم برم. فقط میتونم بمونم. میخوای ناخونت بگیرم؟ نه، من دیشب گرفتم. همه رو دست، پا، همه؟ یعنی الان وسط کوچه میخوای بشین ناخونه پای منو بگیری؟ خیلی خوب، هیچی. پشو بری برو، پشو. فقط یه نصیحت میخوام بهت کنم. بفرمایید. قبل از مرگ حتما ناخوناتو بگیری. چی بشه؟ که اون مردشور بیچاره دست به بالش دست زروخ نشه. پشو بیا بابا، پشو. Qaytdım çıxıb Türkiyə, barıncam qaraş yarım. İnşallah baran üyə, tənimdə bolsa canım. Meyli gitsən oğlan yar, səyi bir gün gəlsən biz. مخلص همسر گرامیم هستی و داود الان دلت هزار را رفته فریبر چرا نیومد؟ تقصیر من نبود به خدا، دفع کردن این خیارشورا طول کشید. بالاخره شیرین خانم زندگی خرج داره دیگه، آدم خانواده دارم باید کار کنه. ولی ببین خیارشورا میذاری گوشه لپت خودش آب میشه میره پایین. میدونم از حالا بعد همه امیدت به منه. الانم اون قلب کوچیک مهربونه تو سینه داره میکوبه که کی فریبر تو چارچوب در نمایان میشه. ناامیدت نمی کنم، مطمئن باش. یعنی از اون لحظه ای که بله رو بگی و این توری صورتتو بدی بالا، این فریبر مثل کوه پشته. باسی شیرین خانم آرایشگاره یه عطر گرون قیمت زد برام، اشانتیون زد، ولی از قوتیش معلوم بود خیلی گرونه. ببین البته الان بوی خیارشورا نمیذاره خیلی بوش بیاد، ولی به جرأت بهت بگم در تمام عمرم این بهترین بوییه که تا الان دادم. مبارک باشه، مبارک جفتمون باشه، پیش به سوی زندگی متعالی. برو فریبرد، برو که دیگه دوران بدبختی و بدشانسی تموم شد. برو که با کمر افتادی تو حسن، برو که خوب روی دنیا رو کم کردی. تو الان شونو مادرت نکن. ببین تا آخر عمر نوکری تو میکنم. الان به پت پت نیم تو شونو مادرت. توفه این شانس، آخه الان وقت پت پت کردن بود. آخه بگو تو از هیچی سر در نمیاری، برای چی کاپوتو میدی بالا؟ این فقط با هول روشن میشه. آقا هیچ شین اونورا نیست؟ ای بابا
خودم حالت میدم، خودم هم روشنت میکنم. فریبورس جای آزم، الان وقتشه که از پیچ حساس زندگی عبور کنی. تکون بخور دیگه، حالم ازت به هم میخوره، نذاشتی من یه شب بوی خوش بدم. عجب بدبختم من، عجب بدشانسم من، دنیا من اصلا غلط کردم. یه امروز رو با من این کارو نکن، لگد به بخت من نزن. خدایا شکرت، خدا جون خودت برام رسوندی، خدایا نوکرتم. داداش آقا سلام، یه کمک میدی ماشین روشن بشه؟ من دستنم دیرم شده. داداش نرین. کجا نرین آقا؟ داداش نرو عروسیمه، نرین آقا. صبر کن، تو رو خدا صبر کن آقا، ماشینم خاموش شده، هیچ کس هم نیست کمک کنه، امشبم عروسیمه. به خاطر انسانیت، به خاطر شرف، به خاطر جوون مردی، به خاطر حیثیت، یه دقیقه کمکم کن. سلام باش. خوبی؟ سلام. ببخشید تو زحمت افتادی ها، یه هول بدی من بذارم تو دو روشن میشه میرم، خدا زن بچه تو برات نگه داره. واقعا عروسیته؟ آره بابا، به اروا امواتم. این لباس رو ببین، کت شلوار رو ببین، اون ماشینم گل زدم اونجا. خودت بیا ببین، یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا. داداش بیا، این ماشین عروس. ببین این گلا تازه است، خودت ببین، تصویر بزن، این گلا هم تازه است. اصلا لباس دامادی رو ببین، اصلا ادام عروسیش نباشه، عطر به این گرونی میزنه. بکن بکن بکن، دیدی؟ دقیقه تند دماغت رو سوزون داره؟ این اصلا بوی نمیده که. اینجا یه سر فضا بازه، پخش میشه، تو فضای بسته برم قشنگ اطراگی میشه. چی شد داداش؟ اینا خیارشوره؟ آره خیارشوره، اینا رو با گشنیز و ترخو میزنیم، دفعه 30 تومانه. شما ورده بر مجانی، از شما مجانیه. بعد اون وقت عروس رو میخوای بشونی کنار خیارشورا؟ نه بابا، عروس میشونه صندلی جلو دیگه. داداش کجا؟ آقا وایسه یه دقیقه، آقا وایسه داداش. خدا رو خوش میاد برای 5 متر هل دادن یه زندگی نابود شه. اگه کمک میخوای اول باید خودت کمک کنی مجدی. نوکر پدرت هم اصلا، بگو چی کار کنم. نمیبینی؟ گوسنم بار بزنم؟ با لباس رو دومادی؟ نه ترس بابا، عطرت گران قیمته، با گوسن نمیگیری. شیرین خانم حتما خودش درک میکنه، بعد بو رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. برو بریم پری بود. سلام بابا. فقط قبل از ورود از اینا بزنید. ما خودمون داریم دردت. سلام، ببخشید ولی همه از این ماسک شاد زدن. ماسک شما سیاه به درد خاک سفری می‌خوره. امشب هم بگذره ببینم بالاخره تموم میشه این ماراتون عروسی. آقایون از این ماسک بزنید. دست گل درد نکنه. گل الان از این می‌زنید. اینم از ماسک قشنگ شما. بفرما بریم تو ماکاوس. سلام آقا. عد زدی بشه مدریس؟ دو پیس. پیسی دوانی میشه 5 تومن. چه خبره بابا؟ گرون کردی هم ادریس؟ 2 هفته پیش که پیسی 2 تومن بود. اختیار داری دختره. 2 تومن خدا رحمتش کنه خانم. الانم تا 2.5 بزنید. مفته. نزنید 3 رو دیگه باید پیسی 6 تومن بزنید. علیکم السلام جناب سلطانی. آقا نوری دعوتت کرده بری عروسی درست؟ من هر کجا توریستان باشن اونجا دعوتم. الانم تو جایی که میدونم همین جان. دو تا بزن به حساب من، بوام بعد از اون. قربان چند پیس بزنم برات؟ چقدر میکشه تا بوش بپره؟ 2 هفته نشوریش رو تنجانت میمانه.
یه ده پیسی واسه من بزن. چش. آقا چرا همینجوری ساکت نشستی نوازنده عزیز؟ سلمان، پاشو بگم، پاشو گرمش کن آقا، پاشو. بفرما بزنی. ماشاءالله، ماشاءالله، فرما. خیلی خوش آمدید. واقعا زحمت کشیدید. دست شما درد نکنه. ان شاء الله که شادیت انجام بده. خدا بفرما. بیا بیا فرما آقا ماجی شما خیلی زحمت کشیدی ها قرار گیم دست در نکنه وای ماشاءالله داری کنه آمه این طوری نمیشه دست نشده بابا بلاشی بلاشی آقا بلاشو بیا همه خانواده بفرمایید خواهش میکنم خانواده داماد از بندر زیبای ترکمن خیلی خوش آمدید قربانم قربانم مبارک شما هم باشه شرمنده من نمیتونم به قدر این بیماری شما رو ببوسم من جدیدم بجا چشمه بزنیم شما چیکار میکنید این بوز گرفتن داره یعنی تاگر نوک کو هم بره من دنبالش میدوام آقای نوری بابت پریروز شرمنده ام من خیلی براش زحمت کشم خیلی تربیت خوب کردم ولی دیگه آخرین نفر میاد برارش بشه نه بابا اشکالی نداره پسر خوبی حالا دیر گفت میاد بالاخره نگران نباشید احتمالا دارد از آخرین لحظات زندگی مجردیش لذت میبره چی با مزه گفتن تو با مزه زیاد میگم حالا به مرور عادت میکنی تو رو خدا از خودتان پذیرایی بکنی کار چیزی داشتید تعرف نکنید من تعرف ندارم این نوری دست ما درد نکنه خیلی خوب همه چی تکمیل قربانت قربانت ما واقعا داریم لذت میبریم از حضور شما ها در اینجا سورپرایز اینا بستنی سنتی از مرافق باشه ایرادی نداره الان درست میشه بذار بستنی سنتی از خانه دو اینا رو بگیم بهش اینا چیزی نیست تصف شد دیگه دوباره کریم آیس کریمیه یا حالا اینا هم که میگم خانم رسا اگه میشه اینا هم بهشون بگیم بهشون بگیم معمولا از این بستنی در مراسم عروسی تولد تنابندون همون زایمان استفاده میکنیم و پذیرایی چی رنگ شوارده سایمه یا خانم رسا این هم بهشون میگیم اینا هم بهشون بگیم کنیم معمولا تو اینجا مراسم داماد غیابه یعنی چی؟ یعنی غیبت داره اینا هم بگیم چی رنگ سنمی هم سرم دن تا اینکه هر کدوم از مهمونا نفر $10 بذارن توی این سینی한 사람당 $10씩 아이스크림 밑에 놓을 때까지 결혼식에 참석하지 않아요. 아, 메르시 모차카. 땡큐. 인자 خامه دوب نماد شیرینی زندگیه. دبل خامه. 더블크림. 더블크림은 삶의 달콤한 상징이에요. حالا شما اینجا به من بگین اینجا دلار نماد چیه؟ نماد شارلاتان بازی؟ آقا نوری تو شما الان اون بر بودن چطور من اینجا؟ همینه که من الان اینجام آره به سلطانی بگم چی داشتی بینم میگفتی؟ اومده من اگه سلطانی اونجا نشسته ببخشید خب آقا نوری دیگه شما که میدونم بچه گیرم شیطان رد گولم میزد نفوذ میکرد تو هر کاری میخواست صد دفعه بهت نگفتم وقتی شیطان گول زد چی کار باید بکنی؟ شیطان گولم زد باید چی کار؟ آه خجالت بکش، خجالتی بکش آنوری. اون زن بردر بدبخت تو اون خانه نشسته به خاطر دیر کردن دامت داره به خودش میپیچه بعد تو اینجا داری گوشه اینا رو میبری خجالت نمیکشی؟ به خود اینجا میگه از بغزم میگیره آنو دلیم گوش بوری هم نیست این کاری که ما داریم میکنم ما داریم بازی میکنیم با هم بازیه؟ نه مهمن من خانم رسایی خانم رسایی شما ازشون بپرسه تالا شده معیار بخواد شما یه پول اضافه بگیره اینو بپرسیم پلیس شما نمیره که تونه تو قاجو کنزوگ اینایو؟ نه میشه ازشون بپرسیم تالا شده از رفتار و سکنات من ناراضی باشه تو خدا اینو بپرسیم این سرمی سنسنگ نیجوره که چلمتان گوان کنزوگی نایو؟ هنی هنی بپرسیم آبا وای سبینم اینه چی داره میگه نمیخواد بپرسیم هنی به کره میشه یعنی هرگز به فریبورتان زنگ زدم اصلا نگرانش نباشید یعنی زنگ زدم که یعنی شارژ نشه میسکال انداختم خودش میسکال منو اینو خودش بهم زنگ زد ببین مهیار واقعا شما یک کاری کردی من اسم دامت کنید اصلا حالا مهم میخوره چرا دردی یه ساعت خیلی خوب دوستان شب همگی بخیر
کیوان هستم، مرد هنرمند روستا. به افتخار این شب فرخنده میخوام یکی از مفرح‌ترین و پیچیده‌ترین هنر تردستی و نشانتان بدم. ممنونم. تا چند لحظه دیگه به شکل اسرارآمیزی این میکروفون براتان قایم میکنم. تو آسینش قایم میکنه. تو آسینش قایم میکنه یعنی چه مرد حسابی؟ من که هنوز شروع نکردم. تو آسینش قایم میکنه. موزیک. آقا حواستو با آسینش باشه، دیگه جایی واسه قیب کردن نداره. آقایان بفرمایید، من الان آسینامو میزنم بالا. خب هادیه جایی برای مردم شایساز وجود نداشته باشه. آقا قبول نیست، زیرش هم آستین بلند پوشیده. آقا این کارا دیگه قدیمی شده. اجازه بده سیروس بیا یکم تقلید صدا در بیاره یا سلمان برقصه. وای سبینم، یعنی حرکات ناموزون این سلمان از هنرنمایی من جذابتره. البته واقعا قدر نشناسید. حیف اون هنری که من 30 سال به پای شما ریختم. لیاقت نداریم. سیروز وخی برو میکروفون بگیر دستت. بینم چه ما کنی ها؟ قرطی بازی شده. به افتخار خودتون و بغل دستیاتون این دست خیلی قشنگ و زیبا بزنید. امشب میخوام یه آهنگ هندی کردی تقدیم دسته گلتان بکنم. Tashinama E Tadgay Kwasinama Gopinam chike ao Tarkhina nuji ao Gopinam chike ao Tarkhina nuji ao He taska wao Shami ka wao He bae Fesin jan. ماشاءالله سیروس. ممنونم. اما میخوام برنامه بعدی اکو براتون اجرا کنم. یک 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 دو 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 سه 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 سه. دوستان تان تان تشکر میکنم از اموکی وان 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 تو 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 که همه در این جشن شرکت کردین. این پس به افتخار خودتان تان تان و و و جناب آقای نوریدین خانزاده زاده یه دست خیلی قشنگ و زیبا. چه فیلمیه این سیروزه؟ بعضی وقتا حتی از منم بامزه تره. ای بامزه است؟ بری کلا کجاش بامزه است؟ بامزه است بابا. واقعا شما هنر نشناسید. چرا؟ همین شما هستین امسال حسین پناهی خانه نشی میشن دیگه. الان خودو با حسین پناهی یکی کردی؟ وحید تو دیگه چی نگو. به اندازه کافی از دست دارتم. حیف که مشاورم بهشم گفته به اعصابم فشار نیارم و الان همینجا جلو اینجا میگرفتم میخواباندمت این دست رو تالش میکردن تو حلقت خفت میکردن. خیلی خوب ویسه ببینم یه لحظه تو مگه اسقلان نیستی؟ نه آقا نیست. ای وحید حلقت خوبه وحید جان سلامتی. شنمنده من نشناختم، من تازگیه فهمیدم که شما را از او سیبیلتون میشناسم. این ماسکاره که میزین قطعی میکنم. الان فکر کردم ایشون مکاوزیشونه. ببخشید بسید تو بدقن یه چیز بی ربطی گفتم. چی میگفتید؟ هیچی، میگفتم که مشاورم بشم گفته به اعصابم فشار نیارم. مگه میذارن؟ جالبه واقعا. شما طویله آقا کاوس رو با پیکنیکیتون به آتیش کشیدین، به اعصابتون هم فشار میاد؟ من طویله به آتیش کشیدم؟ بله دیگه بابا، 1000 بار گفتم بازم میگم به این برکت فقط یه اتفاق بود. آقا من باید کم کم رفع زحمت بکنم. اینطوری که معلومه ای آقا داماد شما دیگه خیلی دیر کرده. ایشالا یه کسی، یه شخصی عاقدی پیدا میشه، عقد ای زوجه
میبندم. نه 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 آقای آخر، داماد ما تو راه از ساعت میرسه، شما تا دو تا شیرینی میل بفرمایید اونم رسیده انشالله سریع عقدشانه برای همیوری و بعد شما رو به خیر و سلامت. اولندش من قند دارم، برام ضرر داره از این چیزا بخورم. دوممندش دومن من قبلنم خدمتی آقای نورالدین عرض کرده بودم، امشب مسافرم، اگر دیر برسم بلیط قطارم از دستم میره. من جای شما باشم اصلا شب مسافرت نمی کنم. بگین چرا؟ چرا؟ آها، اولندش شب که مسافرت کنی لذت دیدن مسیر رو از دست میدی. ای باریکالله، راست میگم. دومندش صبح که میرسی مقصد، چون شب تو قطار نتونستی بخوابی واسه که تلق تلوق سلسله بوده، صبح رسیدی خوابت میگیره. خب معلوم نشی بخوابی دیگه. بله بله میخوابی. دایی گم خوابیدی؟ بیدار که میشی میبینی باز دوباره شب شده. یعنی هر وقت تو بیدار میشی مردم خوابن، هر وقت مردم خوابن تو آقا من دیگه واقعا داره دیر میشه. من دایی گفت فقط زودتر بگو من باید برگردم. بابا دستم دست. سلام علیکم، بفرمایید. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. بابا این عقده قطعی کرده، ما داریم حرف میزنیم سرش گرم کردیم که نره. دایی گفت شیرین داره مثل گندم برشته خودش میکوبه به در و دیوار. ولی بر ساعت 4 زنگ زده گفته یه ساعت دیگه ایجاست، الان ساعت 8 نیم هنوز نیامده. من یه ساعت دادم 20 زنگ زدم گوشیش جواب نمیده، همین الانم هم دیگه موبایلش به کل از دسترس خارج شده. یا نوری خب ببین شیرین حتما میدونه که این امروز کجا میخواسته بره، درسته؟ نمیدونم حتما دیگه فایده نداره. ببینیم بگردیم دنبال ما. گردین کسی از شما خواست که وارد بحث بشی؟ نه گفتم شاید تو بدون نظر ازت بچه رو نخانم. نه خیلی اینجا هیچی آزاد نیست. آسان شما برو بیا برو بعد باشه. شما و شما این شانس رو داشتین که منو به خانواده تون اضافه کنین، اما استفاده نکردین. خوش باشین با هم. درد از اینجا تسر کوچه. روزی 10 بار سر نماز از خدا میخوام خدایا کمکم کن، یه توانی به من بده دست روی بچه پر رو بلند نشه. یادش با خدایی دایی جان شیرین هی حالش خوب نیست. ما علکی بهش گفتیم فریبر زنگ زده به معیار گفته تا نیم ساعت خوش میرسانه اینجا. کار خوب کردی؟ نه بابا چرا دروغ گفتی؟ اینه که الان فریبر نرسه شیرین حالش بدتر میشه، بدتر مداغن میشه. نورانی جان ما بس که چرت و پرت گفتی آخر میزش عوض کرد، بیشتر از این نمیتونیم معطلش کنیم. من نمیدونم بالا چی کار بکنم. من اصلا تعجب میکنم فریدورد این به محض اینکه شیرین جواب مثبت بهش داد یک ماه از خوشحالی رو ابر داشت اینجوری بلبل میزد. این حتما بلایی سرش اومده که نه خدا نکنه. همینه، همه میگن این پسر دلباخته شیرین بوده، درسته؟ درسته، ولی تا زمانی که شیرین خانم به فریدورد جواب مثبت بده دیگه. خب حالا مطمئنی که کلا بعدش بیخیال شده؟ یعنی چی بابا؟ یعنی سلمان فریبرز؟ رونگی چه حرفیه داری میزنی؟ درست این آدم گوجی عقل نداره، ولی دیگه دل جرأت این کارا رو که نداره که فرضی ولی به نظر من خیلی آرومتر از یه عاشق ناکامه. ببین اشتا داره بی خیال میخنده. این هم حرفیه. پنج بردار هم یه بند داره تو حیات میرخص بر خودش. شاید هم الان که خودش خوشحالش میده که کسی بهش شک نکنه. نه به خدا تقصیر من نبود، اون با من کردشت. بفرمایید چه که اولا خورده مغرمت